مبارزه و اعتراض پرستاران در یک ماه اخیر جامعه رو کاملا تحت تاثیر قرار داده اعتراض یک ماه طول کشیده به تمام تقریبا شهرها گسترش یافته از تهران تا یست، از کرمانشاه تا همدان از بندرعباس تا کنکان از شیراز تا اصفهان از مریوان تا جندی شاپور، تمام این شهرها رو گرفته اعتراضات محکم به شکل تجمعات به شکل شعار دادن یا حتی اعتصاب جریان یافته تعدادی از پرستاران دستگیر شدن جمهوری اسلامی تلاش کرده که سرکوب رو ببره بالا اما چرا چرا این بیشتر از این سرکوب نکرده مگه این جمهوری اسلامی نیست مگه ما نمیشناسیم این رژیم رو مگه یادمون میره که این چطوری میزنه میکشه ادام میکنه برای اینکه میترسه برای اینکه ترسیده برای اینکه ترسیده و با میدونه که باید قدمهاش رو نگاه کنه و بشمره این اعتراض وسیع این اعتراض پرشور قافل گیرش کرد در این حال میدونه سرکوب پرستارها به آسونی انجام نمیگیره در مجبور یک کمی یواش را بره و این خودش نشون میده که این اعتراض چقدر قویه نقطه قوت این اعتراض رو به ما نشون میده و این باید خودش تبدیل بشه به یک نیروی مادی برای تقویتمون قدرتمند کردنمون و پیش رفیمون. این اعتراض تاریخیه تا حالا سابقه نداشته این چنین گسترده و سراسری برای این مدت پرستاران اعتراض کرده باشند پرستاران یکی از زحمتکشترین اخشار طبقه کارگر کار سخت پر مسئولیت با درآمد بسیار پایین زندگی زیر فقر اعتراض پرستاران فقط اعتراض پرستاران نیست پرستاران تو این اعتراض دارن تمام طبقه کارگر رو نمایندگی می کنند علیه فقر و مشقتی که جمهوری اسلامی به مردم تحمیل کرده دارن اعتراض می کنند خواهان بهبود شرایط زندگی و این برای همه صدق میکنه پیروزی پرستاران به معنای پیروزی کل طبقه کارگر و جامعه خواهد بود یک عقب نشینی مهم به جمهوری اسلامی تحمیل خواهد شد تا کنون پرستاران شاهکار کرد دستشون رو میفشد قلبمون براشون میتپه و مبارزشون رو دنبال میکنیم با اشتیاق با نگرانی این مبارزه میتونه یه فصل مهمی در مبارزات طبقه کارگر باشه تا همین الان وسعتش. تداومش در میان اعتراضات مهم طبقه کارگر در سالهای اخیر بوده منتها باید در نظر داشته باشیم امری که خب روشن همه میدونن که بدون تشکل ما نمیتونیم اعتراضمون رو اونطوری که میخوایم به کرسی بنشونیم و به دست بیاریم توی شرایط بخصوص جامعه مثل ایران با اون سرکوب و دیکتاتوری با شرایطی که وجود داره مجامع عمومی بهترین فرم موثرترین شکل از تشکل تشکیل مجامع عمومی تو تمام بیمارستانها تو تمام محیط های کار تو بیمارستان های بزرگ تو هر دپارتمانی بخشید اساسی و حیاتیه ما باید بتونیم تک تکمون تو سرنوشتمون دخالت کنیم تو تصمیم گیری ها دخالت بکنیم نظر بدیم با هم تصمیم بگیریم این نوع تصمیم گیری ما رو قدرتمند میکنه مبارزت و مبارزه رو تقویت میکنه شکست رو کمتر محتمل میکنه با هم بودن اتحاد داشتن همبسته احساس کردن یکی از مهمترین شرایط پیروزی مبارزه است مبارزه طبقه کارگر مبارزه سیاسی همبستگی استحکام با هم بودن همو دیگر رو داشتن این مهمه و مجمع عمومی بهترین ظرف تامین اینه همه شرکت میکنن همه نظر میدن همه دخالت میکنن همه رای میدن و به موقعش انتخاب می کنند نماینده ای رو. باید تلاش کنیم که مجامع عمومی رو وسیعا گسترش بدیم در همه جا. رهبران عملی این اعتراضات، کارگر پرستارهای که این اعتراض در رأس این اعتراضات هستند یا در دارن رهبری میکنن اونها باید تلاش کنند که این مسئله رو به کرسی بنشونن تلاش کنن که مجامع عمومی رو در همه جا گسترش بدن هرچی تک تک پرستارها بیشتر در این اعتراض فعال دخالت کنن نظرشون رو بدن و ببینن که داره پیش میره این مبارزه بهتر سریعتر و موثرتر به جلو میره یک دیگه دستتون رو میفشاریم از طرف سازمان آزادی زن پیام همبستگی و پشتیبانی رو به شما اعلام می‌کنم مبارزتون رو لحظه به لحظه دنبال می‌کنیم به امید پیروزی شما که فصل جدیدی در اعتراضات طبقه کارگر باز میکنه با اتحاد با تشکل با همبستگی در مجامع عمومی پیوسته همبسته به اعتراض ادامه میده با امید پیروزی